بازم سلامی دیگه به شما و قصه ما مثل شده دیگه برای شما. موضوع قصه و مثل امروزمون درباره زرنگی و تنبلیه، اینکه اولی چقدر خوب و دومی چقدر خجالت آوره. خودتون تماشا کنید. کفش غلام. روزی روزگاری در منزل بازرگان بزرگ شهر میهمانی برپا شد. توی این میهمانی خواجه ها و بزرگان شهر با غلام هاشون حضور داشتن. به به، همه تو خیلی خوش آمدین، صفا بردین، ایشاله که به همه تو خیلی خوش بگذرین. چرا خوش نگذره جناب شهر؟ یکی از نعمتهای زندگی آدمیه که در جمع دوستانش باشه، با اونا گپ بزنه، گل بگه و گل بشنوه. چی از این بهتر؟ نه جانم، نعمت بهتر از اینم وجود داره؟ واقعا اینطوره؟ چه نعمتی؟ بهترین نعمت زندگی داشتن یه غلام خوب و پرکاره، مثل غلام من. غلام تو؟ مگه غلام تو چه جوریه؟ اون بسیار باهوش و زرنگ و پرکاره. در تمام این سالها حتی یک بارم تنبلی نکرده. انقدر دوستش دارم که نمیذارم ازم جدا شه، همه جا با خودم میبرمش. آخه مگه میشه کسی تنبلی نکنه؟ من خودم بارها تنبلی کردم، چه برسه به غلام شما. خیلی باحاله بود غلام زرنگ. خب غلام عزیزم، همین الان برم به بازار و از عطار یه کمی نمک بخرم، بیار میخوام خیار بخورم. بله ارباب، به چشم. ای بابا، واسه چی فرستادیش بازار؟ ما خودمون اینجا کلی نمک داریم. خواستم خودتون ببینین که چی کار میکنه و چطور میره و چطور برمیگرده. چون غلام من وقتی دنبال کاری میره به هیچی غیر از اون فکر نمیکنه و همه کاراش خیلی دقیق و مرتبه. حالا واسه اینکه بهتون ثابت بشه، دقیقا بهتون میگم که کی میره و کی با نمک از این در میاد تو. خب همین الان از در خونه رفت بیرون. آی واسه ببینم کجا میری با این عجله؟ الان تون تون قدم بر میداره. هرچی پیش میره قدماش تونتر میشه. با مهارت و زرنگی از بین مردم رد میشه و مواظبه به کسی نخوره. حالا به کوی حمام رسیده، از اونجا عبور میکنه و رد میشه. حالا بازم سرعتشو بیشتر میکنه تا نمک و هرچی زودتر به من برسونه. تونتر، تونتر. چی میگی؟ من که باورم نمیشه تو بتونی با این دقت کارهای اونو حدس بزنی. آب الان داره از پال میگذره، دیگه میرسه به بازار و بی‌معطلی میره داخل بازار. حالا به نزدیکی عطاری رسیده، میسته تا نفسی تازه کنه که موقع حرف زدن با عطار آروم بشه. سلام علیکم جناب عطار. سلام جانم، بفرمایید. حاج آقا حالشون خوبه؟ به مرحمت شما سلام رسوندن. حالا بعد از چاق سلامتی پولو میده و نمک ها میگیره. بفرماییدم نمک. دست شما درد نکنه، خدا حافظ. خدا حافظ جانم، سلام برسون. حالا دیگه سعی میکنه هرچی سریتر نمک رو به من برسونه. شروع میکنه به دویدن. یعنی واقعا میدوی؟ بله، چه جورم میدوی. حالا دیگه میرسه به خونه و با سرعت تمام میاد که نمک رو برسون. آی آی، کجا میری؟ وایسا، کجا با این عجله؟ حالا از پله ها میاد بالا. حالا ساکت، گوش کنین. الانه که بیاد تو. سلام ارباب، من برگشتم. باورم نمیشه این. ارباب جان، اینم نمک امر کرده بودین. احسنت، آفرین، عجب غلامی. دیدین گفتم. حالا دیدی جناب خواجه که خدا چه نعمت بزرگی به هم داده. این که چیزی نیست. آی غلام. بله ارباب، امر کنی. همین الان میری به چارچوق بازار، به پینه دو سلام میرسونی و میگی کفشای منو بده بیاری. بله ارباب، چشم.
حالا خودتون میبینین که چطور میره و چطور برمیگرده. همین الان از خونه خارج شد. آی تو دیگه کجا میری؟ بله خواجه هم شروع کرد به تعریف از اینکه غلامش داره از کجاها میگذره و چطور به سرعت برای انجام فرمان اون میره. بله حالا داره پیغامو میده و کفشو میگیری، بعدش هم مثل قلقی برمیگرده اینجا. حالا به سرعت میاد توی خونه، از پله‌ها تند میاد بالا و حالا همه ساکت، الان میاد تو. پس چی شد؟ کجاست؟ نیومد که. آهای غلام، کجایی؟ بله سلام ارباب، اینجاست. آفرین آفرین، دیدین گفتم. غلام جان سلام منو رسوندی، کفشمو آوردی. کدوم سلام خواجه، کدوم کفش؟ من که هنوز از خونه بیرون نرفتم. چی گفتی؟ بیرون نرفتی؟ پس حالا چی کار می‌کردی؟ هیچی خواجه، دنبال کفشام میگشتم. آخه اینجا اونقدر کفش افتاده که نمیدونم اصلا کفش من کجاست. وای چقدر کفش اینجاست، انگار همه یه کفشای عالم تو این خونه است. چی گفتی؟ ای نادون، آب روی من و خودت جلوی همه بردی، هنوز از خونه بیرون نرفتی. ما همه اینجا منتظریم، اون وقت تو هنوز کفشا رو میجوری؟ آه کفشا رو میجورم. تو هنوز کفشا رو میجوری؟ یعنی تو هنوز داری دنبال کفشا میگردی؟ اگر کسی به شخصی برای انجام کاری امید ببنده ولی اون شخص از تنبلی و کوتاهی از انجام اون کار بر نیاد، این مثل حکایت حالش میشه. امیدوارم لذت برده و پند گرفته باشیم. خدا نگهدار.